به حال در مورد بازی رقابت ها میخوایم صحبت بکنیم. ارومیه اگر نگیم که حالا پایتخت والیبال ایرانی که از قطبهای این ورزش هست، ایران خودش آماده میکنه، نامزد کرده برای میزبانی رقابت های جام ملت های آسیا. اما یا فکر نمیکنید که در جام ملت های آسیا که سال 2011 داره برگزار میشه، به حال این تیمی که میبینید همه اونهایی که اسم بردیم ازشون سالهای گذشته در تیم های نوجوانان و جوانان بازی کردن و حتی از آقای نادی اگه بخوایم شروع بکنیم، علیرضا نادی از سال 76 به بعد در تیم ملی نوجوانان جوانان بوده و محصول استعدادیابی هست. آیا فکر میکنید که برای رسیدن به قهرمانی در جام ملت های آسیا استعدادیابی در والیبال الان کجای کار قرار میگیره، یا اینکه باید بیان تمرکز بشه بر روی بازی های بیشتر تدارکاتی؟ ببینید، خب با پشتوانه والیبالمون بسیار ضعیفه و این اگر ما نتیجه خوبی رو دنبالش هستیم، ما باید والیبال ببینید اصلا کلان ورزش یک حرفه است و ما نمیتونیم همینطوری از نمیدونم دبیرستان و یه سری باشگاه‌ها یه چند تا بازیکن انتخاب بکنیم و انتظار داشته باشیم که این بازیکن‌ها بیان در سطح جهانی بدرخشن. در کشورهایی که شما میبینید، حالا والیبال رو به طور مثال میان موفق و عنوان اولی رو کسب میکنن، این یک حرفه محسوب میشه. این بازیکن‌ها به طور حرفه‌ای تمرین میکنن، این بازیکن‌ها قراردادهای خوب خیلی خوبی رو میبندن و در ایران متاسفانه این هنوز به عنوان حرفه مشخص نشده. یعنی شما اگر این تیم ملی ما رو بذارید کنار و بخواید جانشینش تیم دیگه نداریم. یعنی ما بازیکنای مثل همین آقای معروف، این پاسور معروف، ما دیگه پاسور بهتر از ایشون نداریم. ولی در مثلا تیمای آمریکا شما میبینید که بازیکنای مثل رید پرتی یا دیوید لی امثالی مثل این بازیکنها حداقل 30 تا 40 تا دارن. یعنی برای مربی کار خیلی ساده است و این خودش یه رقابتی به وجود میاره. فدراسیون ایران باید این ورزش والیبال رو حرفه‌ای، اگر واقعا دنبال نتیجه مطلوبه، میباید این ورزش رو به طور حرفه‌ای اداره بکنه. در غیر این صورت خب در هر دوره زمانی ما 2-3 تا بازیکن‌های خوبی داریم و این 2-3 بازیکن که از بین میرن دیگه هیچ، یعنی یک گپی میفته در عرض 5 سال 10 سال ما متاسفانه دوباره میایم به تیم چین و ژاپن و غیره. این الان الگوی خوبی شده که ما بتونیم به اصطلاح بازیکنان بهتری، مثلا تیم جوانان ما که در مکزیک عنوان اولی رو در عرض 2-3 سال پیش کسب کردن، خب این بازیکنان کجا رفتن؟ هیچ کدومشون، اصلا من هیچ کدومشون رو در این تیم ملی بغیر از شاید من فکر می‌کنم آقای نادی هستن که فقط ایشون بودن که جزء اون تیم جوانان بودن. نه البته آقای نادی تیم نوجوانان سالی که در تیخوانا بود، من فقط اصلاح کنم که اون موقع هم تو تیم بزرگسالان بودن. نادی فکر می‌کنم که 30 سالش هستش الان. اما خب راست میگی، خیلی از بازیکنان مثلا قیاسی، این بازیکن قیاسی که در اون تیم جوانان بود، ایشون جزء با ارزش‌ترین بازیکن شناخته شد. خب ایشون کجا رفت؟ و این ها چیزهایی است که خب مسئولین فدراسیون باشگاه ها اینا واقعا باید مواظب این بازیکنان باشن، حمایتشون بکنن که این یعنی روز به روز ورزش ما پر رونق‌تر بشه. آقای تازرون، من میخوام اشاره کنم به ورزش والیبال بانوان. خب تیم ایران در 2 دوره مسابقات آسیایی شرکت کرد، یک بار مقام ماقبل آخر رو گرفت، یک بار مقام 8 رو گرفت. تیم والیبال زوباهن اصفهان به عنوان نماینده ایران قهرمان باشگاه های ایران به مسابقات جام باشگاه های آسیا رفت. در مورد ورزش بانوان اگه بخواید مقایسه بکنید نسبت به گذشته، والیبال ایران در چه شرایطی هست؟ والیبال بانوان با این پوشش اسلامی؟ ولی من فکر نمی کنم اصلا نیازی باشه ما در راجب مثلا ورزش بانوان اصلا صحبتی بکنیم، چون واقعا قوانین این مسئله حجاب خودش یک مشکل اساسیه و این مسئله تا حل نشه ما نمیتونیم هیچ انتظار و امیدی داشته باشیم که خانم‌های ما با این نوع پوشش بیان در آسیا و یا به اصطلاح المپیک عنوانی کسب بکنن. شما اگر قبل از انقلاب به اصطلاح این والیبالیست‌های خوبی که ما داشتیم را در نظر بگیرید، اینا حاصل واقعا 40-50 سال زحمت و زیرسازی
و کارهای اساسی بود که شده بود. شما مثلا همین کشف حجاب که رضا شاه روحش شاد باشه که این کار رو کرد، ببینید نیمی بیشتری از جمعیت ایران رو از کنج خونه ها کشیده بود و به اینا آزادی داده بود. خانم ها خب از این طریق آزادی بود که شرکت کردن در مسائل اجتماعی. خب در ورزش ما خودمون شاهدش بودیم، یعنی در دبستان، دبیرستان، یعنی به همون اندازه‌ای که ما تیم‌های به اصطلاح پسر داشتیم، تیم‌های دختر داشتیم، که خب حاصلش همین بازیکن‌های خوب تیم ملی در قبل از انقلاب، شما نمی‌دونم به خاطر دارید، ما بازیکن‌های خوبی داشتیم در والیبال، بسکتبال و غیره و غیره. اینی که با این مسئله حجاب یک مسئله اساسی است که مسئولین واقعاً باید راجبش فکر بکنن و هیچ انتظاری ما نباید از این خانممون داشته باشیم. شما ببینید در المپیک، در 4 المپیک گذشته، شما اگر من همین امروز صبح اتفاقا توی کامپیوتر برای اینکه خودم یه یاداوری بشه نگاه میکردم، ببینم که واقعا ما چند خانم اصلا از ایران در المپیک شرکت کرده. شما در از المپیک 96، 2000، 2004 و 2008 رو اگر نگاه بکنید، تعداد خانم های شرکت کننده در المپیک از ایران فقط 1 نفر بوده. البته و تعجبم نکنید که در این به اصطلاح این افراد، این خانم هایی که در المپیک شرکت کردن، همشون هم در رشته تیراندازی بودن. و خیلی جالبه برای من که خانم های ما اصلا هیچ علاقه قبل از انقلاب، من به خاطر نمیارم که اصلا اینا علاقه به رشته تیراندازی داشته باشن. و شما در 4 المپیک که در دوره، در سال 2008 ما دقایقرانی هم داشتیم، هما حسینی بود و در فقط همین یک نفر، بله، در المپیک زمستانی هم داشتیم. من چون فرصت خیلی کم هست، من یک مطلبی رو میخوام باهاتون در میون بگذارم. حضور بانوان در همین مسابقات ای بی سی کاپ در سالن در روز اولش که بازی با هند بود آزاد بود، 200 نفر، حدود 200 نفر از بانوان علاقمند به والیبال در سالن حضور داشتن. روز بعدش در واقع قدغن شد تا بازی فینال. و بعد در بازی هایی که تیم ملی والیبال ایران در خارج از ایران میکنه، خب مردان حضور دارن، اما با همین لباس های اسلامی که در داخل ایران حضور پیدا میکنه در مقابل تیم های دیگه، تیم ملی والیبال بانوان ایران، حضور برادرانشون یا پدرانشون در سالن قدغن هست، با اینکه اونها هم خب محرم هستن به خوش نظر اسلامی. به حال قصه چی هست؟ شما فکر میکنید که تا کی باید این دیوار بین والیبال زنان و والیبال مردان وجود داشته باشه، در حالی که لباس‌های اسلامی هست، با همین لباس‌ها خب تو کشور خارجی ایرانی‌ها شرکت می‌کنن؟ اگه در 1 دقیقه شما جناب مادی خودتون والیبالیست بودید و می‌دونید که اصلاً حتی خود ما آقایان موقعی که والیبال بازی می‌کنیم، ما حتی با پیرهن‌های آستین کوتاه هم دیگه راحت نیستیم. الان اکثراً بازیکن‌های والیبال با پیرهن‌های رکابی. اینی که خب وابستگان درجه 1 رو که در ایران بهشون اجازه نمیدن، مثل پدر، مادر، برادر، خواهر و همسر که شرکت کنن در این سالونا و فرزندانشون رو ببینن، خب شما چه انتظار دارید؟ گفتم این مسئله خانم ها، این یه مسئله اساسی است که فقط با کشف حجاب، یعنی همون کشف حجابی که 50-60 سال پیش، واقعا روحش شاد باشه رضا شاه، خانم ها رو از کنج خونه کشید بیرون، این مجددن این باید تکرار بشه که خانم های ما دوباره برگن. خانم های ما الان همه افسرده، کنج خونه، چاق، ورزش نمی کنن. اینها خب از یک زن افسرده و چاق شما چه انتظاری میتونید؟ اینا مشکلات روانی دارن، اینا در اصلا اجتماع، اینا حتی نمیتونن مادران خوبی، فرزندان خوبی تولید بکنن برای ورزش آینده ما.